خب دوستان عزیز و نازنین، امیدوارم هر جای دنیا هستید دلی شاد، مغز جوان و تنی سالم داشته باشید. انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه به پایان رسید و اردوغان با 52 خورده از درصد آرا پیروز انتخابات شد. مشروعیت این انتخابات زیر سوال هست، ولی پیش بینی این که در این سال 2023 اتفاقات غیر منتظری در ترکیه بیفته هنوز پا بر جاست. پیشبینی من این بود که اردوغان این انتخابات رو شکست بخوره و انتخابات رو به رقیب انتخاباتیش بسپاره، ولی متاسفانه پیشبینی من غلط از آب در آمد و اردوغان انتخابات رو پیروز شد. با وجود اینکه از قدرت خودش در حاکمیت استفاده کرد، از نیروهای مسلح استفاده کرد، از مساجد استفاده کرد، از نیروهای دیگر نیابتی خودش، از پولی که در اختیار داشت، از قدرتی که دولت در اقتصاد داشت، اقتصاد انتخاباتی که پیش برد، هدیه های فراوانی که به مردم مختلف و طرفدارای خودش داد و تقلب های اینچنینی و آنچنانی، بالاخره انتخابات به پایان رسید و اردوغان پیروز انتخابات شد. من فکر میکردم اردوغان به دلیل اینکه درصد زیادی از آرا رو در مجلس بالاخره با تقلب یا غیر تقلب به دست آورده و با توجه به دانشی که نسبت به اقتصاد ترکیه داره و میداند که اقتصاد ترکیه در حال فروپاشی هستش، قدرت رو واگذار بکنه، با علم به این که هنوز هم نفوذ فراوانی در نیروهای امنیتی و نیروهای اطلاعاتی خواهد داشت، با وجود این که نفوذ فوق‌العاده‌ای در اقتصاد خواهد داشت به دلیل وجود همراهانی که در شرکت‌های مختلف و شرکت‌های بسیار بزرگ ترکیه داره، فکر می‌کردم که انتخابات رو در دور دوم بدون حیله برگزار بکنه و به رقیب انتخاباتیش بده و با سازماندهی تظاهرات و اعتصابات و اعتراضات بعد از انتخابات، انتخابات زود هنگام رو برگزار بکنه و دوباره به قدرت بازگرده. ولی متاسفانه اردوغان از این روش استفاده نکرد و جامعه بسیار دو قطبی، اقتصادی بسیار شکننده رو در ترکیه به اصطلاح به ارث برد از خودش و روزهای خوشی رو در ترکیه پیش بینی نمی‌کنه. فکر میکنم که باز هم احتمال جنگ داخلی در ترکیه هستش. این رو فراموش نکنید که درصد زیادی از سران احزاب اپوزیسیون در پارلمان حضور ندارن و تغییر و تحولات بسیار بسیار عمیقی در اپوزیسیون هم اتفاق خواهد افتاد. احتمال این که بسیاری از این سران تغییر پیدا بکنن وجود داره، ولی احتمال ضعیفی هست. فکر میکنم که سران احزاب هنوز هم تا دوره بعدی انتخابات در قدرت بمونن. حالا مال حزب اصلی اپوزیسیون یک مقدار متغیر هست، احتمال تغییرش هست به دلیل اینکه هم سن و سال بالایی داره و همین که بالاخره در انتخابات شکست خورده و باید پذیرای تبعات شکست در انتخابات باشه، ولی ممکنه که این بعد از یک سال اتفاق بیفته. ولی به هر حال تغییر تحولات عمیقی در جامعه اتفاق میفته. دلیل این که ماها یا امثال مثل من فکر میکنن که بدترین دموکراسی بهتر از دیکتاتوری هست، این است که در فضای انتخاباتی شما فرصت دارید که جامعه رو بسنجید، خودتون رو بسنجید و افکار خودتون رو در داخل جامعه تبلیغ بکنید. بالاخره هر حزب سیاسی باید افکار خودش رو در جامعه تبلیغ بکنه و بتونه پشتیبانی مردمی رو به دست بیاره. انتخابات فرصتیه برای این کار و نیروهای مخالف در این دوره فعالیت بسیاری داشتن و روشنگری های بسیاری کردن، ولی به هر حال اون بحث همیشگی که میگن دین افیون توده هاست، بالاخره به عمل میشتوان دید که کسانی که از حربه دین استفاده میکنن در انتخابات ها، اگر حالتی مثل حالت شبه دموکراتیکی هم وجود داشته باشه، دیندارها موفق تر عمل میکنن به دلیل اینکه دسترسیشون به اون شبکه اجتماعی دیندارها هستش و قسمت اعظمی از کسانی که در انتخابات ها شرکت میکنن از این دیندارها تحت نفوذ مساجد و مراکز دینی هستن.
و معمولا قسمت اعظمشون از قشر کم درآمد هستند و میتوان با وعده و وعیدهایی اینها رو پای صندوق ها آورد و ازشون استفاده کرد. بالاخره جامعه شناسی در ترکیه یه مقدار فرق میکنه با ایران به دلیل اینکه اون سیستم عشیرتی و قومیتی و اون سیستم فئودالیته هنوز در ترکیه هستش و هنوز هم در ترکیه وقتی که یک فئودال تصمیم به حمایت از یک کاندید میگیره معمولا کسانی که در اون سیستم زندگی میکنن به دنبال فئودال میرن و رأیشون رو به اصطلاح میفروشن. این رو در ترکیه میبینیم، ممکنه در ایران نبینیم، ولی در قسمت اعظمی از خاک ترکیه این سیستم هنوز پابرجاست، در عراق هنوز پابرجاست و برای جلب حمایت عشایر و طوایف و به اصطلاح خانها راههایی رو باید پی گرفت که معمولا احزاب مدرن موافق این حرکت نیستن و در جهت عکس این حرکت میکنن و معمولا هم در انتخابات ها شکست میخورن، با وجود این که میدانند به اصطلاح راه پیروزی در چیست، ولی واقعیت این است که شما اگر بخواهید تغییر تحولی رو در جامعه ایجاد بکنید و جامعه رو به سمت دموکراتیزاسیون ببرید باید فرد رو از رعیت به فرد تبدیل کرد، یعنی به کسی که خواهان به دست آوردن حق خودش هست و میتواند سرنوشت خودش رو تعیین بکنه، در صورتی که رعیت این حالت رو نداره و ارباب هر فرمانی رو که میده رعیت باید اجرا بکنه. بالاخره تفاوت یک دولت دموکراتیک با یک دولت غیر دموکراتیک در مردمش هست، در سیستم حکومتیش هست، ولی سیستم حکومتی رو مردم بالاخره باش کار میکنن و در سیستم های دموکراتیک مردم هستن که اجازه به حاکمیت نمیدن و اگر اختلال مشکل در حاکمیت پیش بیاد، سوء تفاهمی پیش بیاد، اگر مثلا یک اختلاسی به وجود بیاد، یک دزدی به وجود بیاد، یک خلاف قانونی به وجود بیاد، این مردم هستند که افکار عمومی هستند که حاکمیت رو انقدر تحت فشار قرار میدن که حکومت ها تغییر پیدا بکنه. به هر حال حکومت در حال حاضر به دست خود اردوغان باقی ماند. احتمال تغییر سیاست در ترکیه خیلی کم هست به دلیل اینکه اردوغان فکر میکنه با این سیاستی که تا حالا در پیش گرفته موفق شده و احتمال اینکه بخواد این سیاست رو تغییر بده بسیار بسیار کم هست و من فکر میکنم که سیستم به همین منوال پیش خواهد رفت و احتمال اینکه اردوغان این دوره ریاست جمهوری رو هم به اصطلاح با همین سیاست ها پیش ببره بسیار بالاست، ولی فراموش نکنیم که اقتصاد ترکیه در حال فروپاشی هستش، انسجام سیاسی و اجتماعی در ترکیه در حال فروپاشی هستش، ترکیه یک حالت دو قطبی بسیار شدید به خودش گرفته که احتمال خونین شدن این درگیری ها بسیار بالاست، در شب انتخابات در شب پیروزی اردوغان درگیری های اتفاق افتاد و چندین نفر کشته شدن در اون پایکوبی های بعد از انتخابات و این نشون میده که فضا به شدت دو قطبی هست. در چند ماه آینده که تابستان خواهد بود یک گشایش اقتصادی در ترکیه به وجود خواهد اومد به دو دلیل، یکی هجوم توریست ها و درآمد ناشی از توریسم و ایجاد اشتغال به وسیله مسئله توریست و دوم اشتغال و درآمدی که از منطقه کشاورزی به دست خواهد آمد و این دوتا باعث خواهد شد که یک زنگ تنفسی رو برای اردوغان در پیش داشته باشه، ولی یادمون نره که بالاخره درصد بسیار زیادی از مشکلات داخل جامعه ادامه پیدا خواهد کرد و اردوغان احتمالاً با مشکلات بسیار بزرگی مواجه خواهد بود. امیدوارم که در هر جای دنیا هستید شاد باشید و از همه شما خواهشمندم اگر براتون امکان پذیر هست برنامه ها رو لایک بکنید، هر لایکی که شما به برنامه میزنید باعث میشه که حداقل 10 نفر بیشتر این برنامه رو بتونه ببینه و با بازنشر برنامه ها و با نوشتن نظرات خودتون میتونید به من کمک بکنید که دیگران هم برنامه ها رو ببینن و باعث بشه که ما هم از همفکری با شما
بیشتر لذت بریم و با همدیگه بیشتر رشد بکنیم. به امید دیدار شما در فردایی آزاد و دموکرات.